ایرج. بله مادر. یه دقیقه بیا اینجا مادر. چشم. بیا جلوتر. درست اندازه است. دستتا برو مادر. متشکرم. خیلی زود تموم شد. حالا کوتو تموم بشه. دستم خیلی کند شده ایرج. اون وقتا یه همچی جاکتی رو یه هفته میبافتم. اما حالا بعد از 20 روز هنوز تموم نشده. خودتون رو زیاد خسته نکنین. عجله در کار نیست. برام سرگرمی مادر. بهتر از بیکاریه. این روزا به شما خیلی سخت میگذره. نه مادر، من از این سخت‌تراشم دیدم. فقط فکر تورج ناراحتم میکنه. من آدرس اینجا رو به هر کسی که احتمال داره اونو ببینه دادم. فکر میکنم هر طوری شده اون ما رو پیدا میکنه. میترسم بلایی سرش اومده باشه. نه ترسی آدم جون، به هم آفت نداره. هرچند که اونم آخرش راه پدر رو میره. این نونی بود که اون خدا بیامرز تو سفره ما گذاشت. چه میشه کرد؟ پدرتم فریب خورد. فریب جاه طلبی های بیش از حد خودشو. اونم از روزی که با شعبون و دار و دستش دمخور شد. درست یادمه یه هفته یا 10 روز قبل از کودتا بود. هر شب دیر میمد خونه. وقتی میگفتم کجا بودی، میگفت با بچه های زورخونه رفته بودیم بساط وطن فروشا رو به هم بریزیم. بعدن فهمیدم که منظورش از وطن فروشا هوادارای مصدق بودن. بعد از کودتا به اون و رفقاش پاداش خوبی دادن، تا جایی که وضع ما کاملا عوض شد. از خونمون که تو خیابون ری کوچه صفا دلدار بود، نقل مکان کردیم به خیابون شاه و از اونجا به کوچه شادی تو نیاورون. اما هرگز فکرشو نمی کردم که کوچه شادی پایان غم‌انگیزی داشته باشه. مادر، یه سوال ازتون بکنم، راستشو به من میگی؟ تو زندگیم همیشه سعی کردم دروغ نگم. شایدم موردش پیش نیومده باشه. خب سوالتو بکن مادر. میخوام ازتون بپرسم اگه بابام زنده بود و این اتفاق نیفتاده بود، با توجه به اینکه حالا میدونین شغل اون چی بوده، چیکار میکردی؟ اینکه واضحه، وادارش میکردم دست از این کارا بکشی. حالا اگه اون قبول نمیکرد، آیا بازم باهاش زندگی میکردی؟ نمیدونم. حالا که دیگه گذشت و رفت، اگه این بلا سرش نمی اومد، حاضر نبودم حتی یک لحظه پامو تو خونش بذارم. با همه این حرفا بد نیست یه چیزی رو بدونی. پدرت آدمی بود که منو به خاطر یتیم بودنم گرفت، و این در حالی بود که مادرش با ازدواج ما شدیداً مخالف بود، چون من جهیزیه نداشتم. مسخره است نه؟
آمیزا مهمون داری. برو تو. قدمش روی چش. سلام. دعوا کردی یا اینا به این روزه دنداختن؟ مهم نیست. سیگاری؟ من سیگاری نیستم. میتونی از سیگارهای قاسم برداری؟ نه. تعارف نکن. قاسم از خودمونه. اینجا جای کسیه؟ نه، اونجا با چند تخت دیگه فعلا مال کسی نیست. هر کدومو میخوایی میتونی انتخاب کنی. چه خبره تو سرکار جون؟ مگه باز گرفتی خواهد بدی؟ خیلی خب میرم قربونت برم. تو چقدر باید اخلاقی؟ نگاش کن بای من اصلا نمیشه خورده. سرکار جان جان قربونت برم الهی یه خورده بخند. مگه چی میشه؟ سلام علیکم آقای کلاه بردارم. بابا بذار سلام علیکم هم بکنم. آخه تو چرا همچی میکنی؟ دو تا هشته دارم. دسته تو بکرش. بابا یه خورده بخند و کلتم بابا هل نداخه. عجب تاسبونه بدخورده. چشم شوخی هم سرت نمیشه. چی گفتی؟ هیچی. سلام علیکم. این دیگه چیه بابا؟ هیچی به این نمیگم. هی پرو میشه خونه خراب. تو نمیری من اصلا تقصیر نه. سلام. سلام. خوب شد اومدی آقا جناب. مهمون داریم. جون من به 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 قدمش به روی چش. حالا که اینطور شد دوست تا سلام. به هتل شاه عباس زندان قصر خوش آمدین. به هر حال خوش آمدین. خب شاه غلامک جان تعریف کن ببینم چطور شد اومدی اینجا. قربون اون شدت برم. اومدین دیگه. خب میدونم که اومدی. جرم چیه پسر جان؟ دزدی. دزدی؟ دزدی که میدونم که دزدی. منظورم اینه که بانکی چیزی زدی، خونه خالی کردی، ماشین پاشین چیزی لخ کردی، یا اینکه دکه چیزی رو کندی انداختی رو کولت بردی. ببم جان کدوم یکی؟ ها کیف زنی. بله کیف زنی. پاک آبروی ما رو بردی که من نگاه با کی دارم حرف میزنم. خوب قالپاک دوست نشده پدر جان. نگاه کن آقا کیف زده پوزم میده. ای تاعت بیداد. هی عجب گرفتاری شدیم از دست این بابا. چیه؟ چیه؟ هیچی طلبکارم هستی؟ اسمشم گوشت دوست. حرفای آقا جلال جدی نگی. اون میترسه که نکنه رو دستش بلند چیده. خب حالا بگو ببینم چمایی برات بریدم. نمیدونم هنوز معلومی. Oh,
گوش کن ببین چی میگه طرف تازه وارده یه توش با برو سراغش ببین چیز میزی نمیخوام به جو برو به جو تازه واردی؟ چیز میزی لازم نداری؟ مثلا چی؟ هشیش، تریاش، دوا، هروئین چیزهای دیگه هم بخوایی هست اگه به کارت بخوره تا طالب چی باشی؟ بله آقا میرزا جان داشتم قدرت شما عرض میکردم شبانگاه فرا رسید بلند شدم نم نمک لباسای کارم رو پوشیدم آماده به سمت کجا؟ ماموریت تو بمیری تو رو کفن کنم به جان عزیز خودت حرکت کردم رفتم قالپاق اولی رو برداشتم دومیرم برداشتم سومیرم برداشتم تمه صاف برده نداشت رفتم سراغ چهارمی که کارم رو بکنم چهارمیری که اومدم بردارم ما گل لغت نمی کردیم ها اسم من اسمال ریزه است آتور از اینجا نشسته هر جا چشم انداختم ندیدم رفته بودم سیگار بگیر یارو کیه؟ نشسته نه دنبال مشتری میگشت این شراب ها تو زندونم دست بردار نیستن میگم آمیزا مگه اینا رو کنترل نمی کنه از کجا جنس میگه کدوم کنترل همه یه اینا کشکه دست خودشون تو کاره باید خیلی مواظب باشی گوشی دستمه آمیزا اینو که مطمئنم راستی به خونه خبر دادی نه روم نمیشه اینجوری که نمیشه چی بگم؟ بگم دوزی کرده آخرش
نمیدونم. از اعتیادت هم خبر دارم. آره مادرم یه چیزایی میدونه، بعد تهدیدم کرد که به بابام میگه. بابامون یه خوده قاطی داره، گفتم اگه بفهمه تیک بزرگم گوشمه، واسه همینم دیگه از خونه زدم بیرون. اونا الان ناراحت دارم. مادرت همین الان معلوم نیست چه روز حالی داره. یه نامه بهشون بده، همه چیزو صادقانه توضیح بده، مطمئن باش که میبخشنت. بله بابا بریم یه قدم بزنیم. آسیا میرزا، نگفتی شما رو برای چی آوردن اینجا؟ والا چه عرض کنم، من یه مغازه کوچیک عتیقه فروشی دارم، حتی که خود مغازه عتیقه تر از احساس. یه روز یه جوانی با سر و وضع مرتب یه جفت گلدون نقره برای فروش آورد پیش من. منم به نفع روز ازش خریدم، غافل از این که دزدی بود. چند روز بعد اونو میگیرم و میان سراشون. اونم میگه که جنس ها رو آورده و پیش من آف کرده، بدون این که مجال صحبت به من بدن، به جرم خریدن مال دزدی 6 ماه حبس برام بود که الان 5 ماهش گذشته. افرادی که اسمی برم به سالن ملاقات مراجعه کنند. محمد وزین، عبدالله سمیعی، موسی ترابی، قاسم جوراباف، عبدالله عسکری. دوباره میخونم، محمد وزین، عبدالله سمیعی به ملاقات من. لااقل یکی دو بار بیان منو ببینن، منم آدمم. مگه دوباره میخوای برگردی همینجا؟ چیکار کنم؟ من که جز خلاف کاری بلد نیستم. ولی به جان تو این دفعه دیگه نوبت بنیاد پهلوی. چنان کلایی سرشون بذارم که تا آخر عمر بمونم تو زندان. خوبه؟ خوب فکر کردم. اگه برم. عباس زینعلی، فرهاد کدخدازاده، برای تحویل گرفتن امانتی‌های خودشون به دفتر مراجعه کنن. این بچه ها دهنتون رو شیرین کنی. آمدی جانم به قربانت، چقدر زود آمدی. آقا میرزا جان حالا بگو ببینم اینا چی چی هست. بابا وقت اینا رو دخترم آورده. دستشون درد نکنه. دستشون درد نکنه. اینا پسرم و عروسم. بازم دستشون درد نکنه. یه چند سالی هست که میوه نخوردم. هیکلم به هم ریخته. چرا نشستی؟ آقا تو را بفرما، بیا جلو. نه خیلی ممنون آقا. خیلی ممنون چی؟ ما اینجا این حرفا رو با هم دیگه نداریم. اینجا هر که هر چی بیاره با هم میخوریم. بفرما جلو، بیا. رو چشم آقا. آقا تعارف نکن. بفرما آقا، تعارف نکنید. دیگه تعارف نیست که. بفرما. عجله نکنید. آقا اینا دوستا یکی یکی به همه میرسه. بفرما میرزا آقا جان، نوکرتم بفرما. بفرما آقا تو رد بفرما. خیلی ممنون. عسکر کله بخور، بخور گدا گشنه که دیگه پا نمیده، بخور. حالا یکی هم خودم به سلامتی میرزا جان. بخور بابا. ولی واقعیت اینه که ما چند سال زحمت کشیدیم تا تونستیم چنین تشکیلاتی به هم بزنیم، ولی آن زمانی که باید ازش بهره برداری کنیم. اون وقت تو میخوای به همین سادگی کنار بکشی. چاره دیگه ای ندارم. هر کاری میکنم دلم راضی نمیشه نسبت به سرنوشت مادرم بی تفاوت بمونم. مرگ پدرم
گم شدن برادرم تورج، همه اینا ضربه سنگینی براش بوده. دیگه خدا رو خوش نمیاد که منم تنهاش بذارم. کی گفت تنهاش بذاری؟ آخه تو میتونی مطمئن باشی که هیچ اتفاقی برامون نمیفته؟ اگه از این دیدگاه بخوای بهش نگاه کنی، حق با توه. تو خیلی وابسته‌ای. به نظر من از همون اول اشتباه کردی دست به همچین کاری زدی. عجب آدمی هستی. تو فکر میکنی که من جا زدم؟ نه، برعکس. احساسات تو قابل تقدیره. خیلی خیلی متشکرم که بعض من درک میکنی مترون. خیلی ممنونم. ولی قبول ندارم که در مورد شروع فعالیتم هیچ اشتباهی کرده باشم. اون موقع بابام زنده بود. مادرم تکیگاه محکمی داشت. اما حالا چی؟ تو در مورد مرگی برای من که نگفتم هستم. ولی اون مادرمه. من هر چیز زودتر باید یک کار گیر بیارم. تو دفتر اسناد رسمی دوست داری کار کنی؟ اگه تمام وقت نباشه. خب دفتر عمومه، اینم شمارشه. من باهاش صحبت میکنم، وقتی کار تو طوری تنظیم کنه که به درست لطمه نخوره. خب دیگه من باید برم. فقط یکی رو معرفی کن که امشب بیاد اعلامیه ها رو بگیره. چه ساعتی؟ رأس ساعت 8 جای همیشه دی. بهتر است محل رو عوض کنی؟ نه فعلا نیازی نیست، جای امنیه. خدا حافظ. میتی؟ بله؟ ببین امشب دوست دارم برای آخرین دفعه خودم بیام. هر جور که میدیتی. خدا حافظ. خدا حافظ. عباسو ندیدی؟ نه جونم، چند دفعه رفتم در خونه‌شون نبود. نمی‌دونم کجا رفت. از علی چه خانم؟ علی هم پیداش نیست. من از اون درس نمره نیاوردم. رضوان به استاد رو انداخت، اونم ما رو قبول کرد. خب دیگه پیش میاد. حالا بهتر نیست به نظر شما قرار فردا رو بذاریم؟ به نظر شما چه ساعتی خوبه؟ والا هر وقت باشه من حاضرم، تا نظر این بچه‌ها چی باشه. فکر میکنم ساعت 9 صبح خوب باشه. 9 خوبه. خوبه. موافقم. خب خداحافظ. به امان خدا. قربانه. خدا نگهدار. میبینم. خداحافظ. مواظب خودت باش. آره. قربونه همگی. خداحافظ. امیدوارم خدا به خیر کنه. بریم بریم بچه ها که خیلی دیر شد. میتی، با تو هم حواست کجاست پسر؟ میتی؟ میتی؟ چایی
نه ایرج هنوز نیومده. میدونم مادر، اگه اجازه بفرمایین میخوام یه موضوعی رو به عرضتون برسونم. چی شده؟ برای ایرج اتفاقی افتاده؟ نه ترسین مادر، باور کنین جای هیچ گونه نگرانی نیست. لطفاً گوش کنین ببینین چی میگم. راستش چجوری بگم، میدونین ایرج در کنار درسش کمی هم فعالیت های سیاسی داشته، برای همینم نیم ساعت پیش به ما خبر دادن که سر محل قرارش دستگیر شده. من مطمئنم که هیچ اتفاقی نمیفته، چون اونا هیچ مدرکی از ایرج ندارن مادر. فقط ممکنه هر دقیقه بریزن تو خونه. باور کنین اگه مدرکی پیدا کنن براش خیلی گرون تموم میشه. ازتون خواهش میکنم، حالا اگه براتون ممکنه به من بگین ایرج وسایلشو کجا میزنه. تو اتاق خودش. اتاقش کجاست؟ همونجا. جمال بیا تو اونجا رو بگرد. یای ما من که کسی رو ندارم. خدا چرا باید اینقدر برای من بدبختی رو گرفتاری کنی؟ عجله کن جمال، زود باش. چه بلایی سرش میارن؟ نگران نباشی مادر، هیچ اتفاقی نمیفته. از ما کاری ساخته نیست، فقط توکل به خدا کنین. خدافظ مادر. خدا پشت و پناهتون. بفرمایید قربان. نام ایرج، فامیل احتشام، فرزند عباس، متولد 1320، شغل دانشجوی سال آخر رشته حقوق دانشگاه تهران. معلوم میشه که این دفعه با یک حقوقدان طرفیم. جالبه. آره من از این بابت خوشحالم. فکر میکنم با ایشون حرف همو خوب بفهمیم، اینطور نیست؟ درست میفرمایید جناب سرهنگ، باید همینطور باشه. خب آقا پسر، بگو ببینم نظر شما چیه؟ امیدوارم همینطور باشه که شما میگین. بسیار خوب، از اول شروع میکنیم. آقای ایرج احتشام، اینطور که به من گزارش دادن، شما متهم به فعالیت سیاسی علیه حکومت شاهنشاهی ایران هستید. آیا این اتهام رو قبول دارین؟ نه خیر. به چه دلیل؟ میبخشید، من باید دلیلش از شما بپرسم. شما منو متهم به فعالیت سیاسی کردین. بله، حق با شماست. سوالمو تصحیح میکنم. شما قبول دارین سر قراری که با مهدی گودرزی داشتین دستگیرتون کردن؟ من این آقایی که شما میگین اصلا نمیشناسم. انکار میکنی که تو اون قهوه خونه بودی؟ شما با هم سر یه میز نبودین؟ اگه منظورتون از آقای گودرزی همون آقاییه که توی قهوه خونه نشسته بود، من باید بگم که اصلا ایشونو نمیشناسم. قهوه خونه شلوغ بود، همه میزا پر بود، من مجبور شدم که سر اون میز بنشینم. پس چطور همکارای من دستگیرت کردن تعجب نکردی؟ خب من کاملا شوکه شده بودم، مخصوصا وقتی که دیدم اون روی زمین افتاده. میبخشید میتونم یه سوال ازتون بکنم؟ بفرمایید. اون آقایی که به طرفش تیراندازی کردین کی بود؟ الحق که خیلی زرنگ کشیف دارین.
اینو بدون که ما آدمای زرنگتر از تو هم به حرف آوردیم. مطمئن باشین که شما منو اشتباهی گرفتین. اگه شما کوچکترین مدرکی علیه من گیر آوردین، من قول میدم که خودم زیرش امضا کنم. ما نیازی به مدرک نداریم. اعترافات تو خودش بهترین مدرکه. من حرف دیگه برای گفتن ندارم. بسیار خوب، منم دیگه سوالی ندارم. فقط اینو بهت بگم که ما روش‌های دیگه‌ای هم برای گرفتن اعتراف از امثال تو داریم. منتها اصلا دلم نمیخواست کار به اینجاها بکشه. ببرینش. چشم روزن. شما باش، کارت دارم. خوب گوشاده با کن ببین چی میگم. اگه تمام وقت نباشه داره دفتر عمومه، اینم شمارش. من با این صحبت میکنم وقت کارت طوری تنظیم کنه که به دست دفتر میگه. خب دیگه من باید برم، فقط یکی رو معرفی کن امشب بیاد اعلامیه رو بیاره. آشو پسر، آشو ببینم با تو هم آشو. شب
اجازه چرت زدن نداری. بیخوابی رو تحمل میکنی تا حاضر به اعتراف بشی. مواظب باش خوابش نبره. راجبه تو میدونیم، میفهمی یا نه؟ اگه میدونیم پس بگه چرا من آوردین اینجا؟ نه، مثل این که نمیخواد حرف بزنه. حالا به حرفت میارم. حرف بزن خیلی خوب. هیچی جناب سرم، نم پس نمیده، خیلی جون سخته. شایدم واقعا بیگناه باشه. گفتی تو خونشون چیز غیرعادی ندیدی؟ هیچی قربان، تازه عکس اعلی حضرتم به دیوار اتاقش نصب. عجیبه. پس تو اون قهوه خونه چی کار داشته؟ گفت هوا سرد بود، رفته بودم چای بخورم. دروغ میگه. دلیل قانع کننده ای نیست. ببینم تو حرفاش دچار تناقض‌گویی نشده؟ نه خیر قربان، همینطور حرفای شب گذشته رو داره تکرار میکنه. نزدیک 48 ساعته که نخوابیده. بلا فعلا کارش نداشته باشیم. سرما و تاریکی زندون نم نم به حرفش میاره. میتونیم بریم. به سلامت. با اجازه قربان. خدا حافظ. Thank you.